یه سریال کول فرانسویه، یعنی شاید کولترین چیزی باشه که بعد گل زیدان فرانسه اومده بیرون. بعد مانی هایست بعد منتظر باشیم دونه دونه کشورهای اروپایی سریال خفن بدن بیرون. الان اسپانیا مانی هایست رو داره، آلمان دارک داره و فرانسه سریال لوپان یا لوپین رو نتفلیکس پخش کرده. از سریال لوپان 5 تا قسمت اومده و ژانرش میکسی از شرلوک و پروفسور مانی هایست. یه سری مشخصات یونیکی که خود کاراکتر لوپان داره که اینجا عمرسای نقش رو بازی میکنه. عمرسای تو فیلم آنتاچبل دیده بودید، خیلی آدم با کاریزما و رمزآلود در عین حال دلنشینیه. سریال در مورد یه مجموعه کتابای در مورد یه دوز خیلی خفن به نام لوپان که 1905 چاپ شدن. بعد این سریال مدرن شده، یه همون داستان از شخصیت اصلی دائم کتابای لوپان دستش رو ازشون الهام میگیره، یه جورایی خودشه. و جدا این که میخواد انتقام پدرش از سیستم بگیره، یه سری هایستا و دزدیای خفن به سبک پروفسوری هم پلن میکنه و انجام میده. استایل سریال اینجوریه که یه سری اتفاقا رو میبینی، یه دزدی پیچیده انجام میشه و یه سری نقاط کلویی بهت نشون میده که چجوری این اتفاق افتاده، در واقع پرده رو میندازه و خیلی حال میده و خیلی درگیر کننده است. مثل جدول حل کردن دائم داری حد میزنه که موو بعدی چیه. این قسمتش فرق بزرگ با بقیه سریالا داره، اونم اینه که پلنا و هایستا زیاد پیچیده نیستن، میتونی حدس بزنی چی میشه، واسه همین بیشتر انگیجم کرد. یعنی حرکتاش مثل پلنای مایکل اسکوفیل پریزون بریک یا پروفسور مانی هایست نیستن که انقدر پیچیده باشه یه تیم نویسندگی کلی فکر کرده باشه که ما تا لحظه آخر نفهمیم چی میشه. صرفا فکر میکنم کارهای کاراکتر اصلی به باهوشی سریالای هم ژانر خودش نیست، ولی احتمال زیاد سریال که جلوتر میره اونجوری هم میشه. سریال شدیداً سرگرم کننده است، واسه همین انقدر با مانی هایست مقایسهش میکنم. بعد فصل 4 اون اولین بار بود حسای مانی هایستی بهم داد. کاراکترها خیلی خوب دیولپ میشن و آرک میخورن. بعد 5 قسمت من نه تنها عاشق کاراکتر خود لوپان شدم، بلکه شناخت کافی از بقیه کاراکترها هم دارم. سریال یه عالمه فلش بک به نقاط مختلف زندگی لوپان میزنه که خیلی خوشم اومد، مخصوصا دوران نوجوانیش و آشناییش با اون دختره. با اینکه سریال یه عالمه فلش بک به زندگیش میزنه، هنوز چیز زیادی ازش نمیدونیم. نمیدونیم از کجا پول در میاره، نمیدونیم کجا زندگی میکنه و خیلی چیزهای دیگه. در واقع راز اصلی سریال خود شخصیت لوپانه. مهمترین کار تو این مدل سریال جذاب بودن و محبوب بودن شخصیت اصلیه. چون اگه شخصیت اصلی جذاب نباشه، من چرا باید اهمیت بدم چی کار میخواد بکنه؟ ولی این سریال عالی این کارو میکنه. عمرسای انقدر این کاراکتر خوب به فروخ که کمیتای سریال پوشون برام. خیلی بامرامه، آدم باحالی هم است، وفادار و باشعور و آدم باهوش و قوی هم است و داره با سیستم میجنگه. من دیگه اگه پروتاگونیست چی بخوام. جالب هم تم مانی هایست شده مبارزه با سیستم، هم این باعث میشه فکر کنم چقدر فساد سیستماتیک و فساد تو پلیس و دولت تو اروپا زیاده، چون این تاپیک جنگیدن با سیستم شده یه سبک تو اروپا. البته اونجوری که مانی هایست تو صورتت بود و تبدیل شد به وی فور وندت های مدرن نه، ولی معلومه میخوان چی بگن. قسمت اول سریال تو موزه لوور اتفاق میفته و یه عالمه شاتای زیبا از خود موزه و داخلش داره و انقدر خوبه این قسمت که باعث میشه بری قسمت دوم. یکی از مهمترین المانای سریال شروع خوبه که باعث شد قسمت یک بری به قسمت دو، که این سریال این کارو میکنه. اون اتفاقی که آخر قسمت 5 افتاد خیلی دوست داشتم، اگه واقعا اون اتفاقی که من دارم بهش فکر میکنم و کنن خیلی جالب میشه. کلا یه عالمه اتفاقات توام داره میفته که نمیدونم تو پارت 2 چه جوری میخوان جمعش کنن. از این خانم خوشم اومد، خیلی فرانسه سویه. دوست دارم سریال دست اول از شرق و غرب دنیا ببینم. درسته آدما تقریبا همه جای دنیا شبیه همن، ولی یه فرقای ریزی دارن که فهمیدنش لذت بخشه. لوپان یه سریال لایت و سبکی که کل 5 قسمتشو میتونید تو یه روز ببینید. من ازش لذت بردم. جایی که این سریال میدرخشه ارتباط احساسی بین شخصیت اصلی و بیننده است. هی دوست داری ببره، هی دوست داری موفق شه. من فکر می‌کنم تو قسمت دوم سیزن 1 اتفاقات پیچیده‌تر و خفن‌تری ببینیم، حالا که کل سیچویشن پیچیده‌تر شده. قسمت دوم فصل اول احتمالاً اردیبهشت رو نتفلیکس پخش میشه. فصل دوم هنوز هیچی نگفتم. من فکر کنم منتظرن ببینم مردم ریاکشنشون چیه بعد اعلام کنن. ولی حدس میزنم حداقل این سریال تا دو تا سیزن کامل بره. من نمیتونم به پارت 1 فصل اول این سریال نمره بدم، چون هیچ کدوم از آرکا تکمیل نشده، کارهایی که شروع کردن به نتیجه نرسیده، واسه همین نمیتونم برآورد کنم. فصل اول که تموم شد یه ریویو دیگه میدم و نمره میدم. برام کامنت بذارید آیا این سریال اروپایی خوشتون میاد یا غیر آمریکایی اصلا نمیتونید نگاه کنید. اگه لوپان دیدید درباره اون نظرتون رو برام کامنت کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و میخواید نوتیفیکیشن ویدیوهای بعدی رو بگیرید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید. لایک کردن ویدیو هم یادتون نره. تا بعد، فعلا.